و امروز هم ما در ولایت میدان وردک ایسه اولی بیسود و در منطقه قولیخش سفر کردیم و اینجا آمدیم و فعلا هم که در این منطقه زیبایی که پشت سر ما آقل زیبا رو میبینید که بسیار آقل گلی و سنگ ساخته شده و از گل ساخته شده هستند، در این منطقه هستیم که به نام دشت رضا میگه. و پیشتر از این که من برای شما معلومات بیتم، بیرار ما در کنار ما ششته است که یکی از همزی باشنده های این قریه زیبا هستند و شما بینده های عزیز که همین لحظه ما رو میبینید و اگر از این قریه هستید و از این میخواییم که خاطراتتان تازه کنیم و قریه خود خوب دقیق ببینید و اینجا که بزرگای شما زندگی میکردن و اگر شناختن که چی بهتر، ما کوشش میکنیم بیشتر این آقل برای شما معرفی کنیم. خدمت شما هموطنان عزیز، خوش آمدید به برنامه زندگی در دهکده. بینده های عزیز، قسمی که شما در برنامه های گذشته ما دیدین که ما در برنامه زندگی در دهکده در قریجات مختلف، ولایت های مختلف و ولسوالی های مختلف ولایت بامیان سفر داشتیم و باز هم خدمت شما سفر میکنیم و به این خاطر که
میخواییم که شما از آغل خود، از منطقه خود، از قلعه خود خاطرات زیادی دارین و کسایی که در منطقه و قریجات زیبا زندگی میکردن رفتن کشورهای خارج و دیگه ولایت های افغانستان و مخصوصا در پایتخت شهر کابل اینجا زندگی میکنن. ما میخواییم که در این برنامه خود خاطرات تا دوباره تازه بکن و امروز هم ما در ولایت میدان وردک ایسه اولی بیسود و در منطقه قولخش سفر کردیم و اینجا آمدیم و فعلا هم که در این منطقه زیبایی که پشت سر ما آغل زیبا رو میبینید که بسیار آغل گلی و سنگ ساخته شده و از گل ساخته شده هستند، در این منطقه هستیم که به نام دشت رضا میگه. و پیشتر از این که من برای شما معلومات بیتم، بیرار ما در کنار ما ششته است که یکی از همزی باشنده های این قریه زیبا هستند و شما بینده های عزیز که همین لحظه ما رو میبینید و اگر از این قریه هستید و از این میخواییم که خاطراتتان تازه بکنید و قریه خود خوب دقیق ببینید و اینجا که بزرگای شما زندگی میکردن و اگر شناختن که چی بهتر ما کوشش میکنیم بیشتر ای آقل برای شما معرفی کنیم و برار ما هستند در کنار ما از ما معرفی میشون که معلوماتی بیشتر از این منطقه برای شما بیده. سلام برار جان، خوب استین؟ سلام خدمت شما و خدمت بیننده های محترم شما که در مرجان در نقطه ای از دنیا وجود دارن و ما را میبینن از طریق برنامه شما. سلام های خدا خدمت شما تقدیم میکنم و بسیار زیاد از برنامه شما تشکری میکنیم و خوش آمدید میگم شما را در این قریه باستانی و قریه کوهستانی ما که مربوط به ولایت میدان وردک ایسی اول بهسود و قریه دشت رضا است. دشت رضا بسیار خوش، خیلی زیاد تشکر، سلامت به شما و خوش بشین. بیندا عزیز یک چیز نگفته نماند، در این دو سفری که من در رسوالی بهسود داشتم این مردم بسیار مهمان نواز و واقعا نه در این منطقه ها که بیاییم در کس نمیرسی، نمیگه که تو از کجا آمدی نومدی، فقط میگه که شما حتما بیشین و که بیشینی هم بسیار یک مهمان نوازی خوب میکنه که در منطقه بیشتر رواج هستن که گوسفند بکشه و بزغاله بکشه و بره بکشه. اینمی بهترین مهمان نوازی از این مردم هستن که در این منطقه میکنه و دیگه قریجات دیگه قریجاتی سه اولی بیسود که ما سفر داشتیم همچنان همیلقم. امروز هم مهمان این برادر خواستیم که بیشتر صحبت میکنیم. خوب برادر جان، یک میشه مکمل خود در بیننده های ما معرفی کنیم. اسمی از ما است غلام سخی. غلام سخی بسیار ولدی علی جان، باشنده اصلی قریه دشت رضای سه اولی بیسود ولایت میدان وردک، همزی ساحه زادگاه ما است و متولد همزی ساحه است. بسیار برادر جان، دست ما بگوین که در این قریه زیبایی که پشت سر ما دیده میشه چند خانه زندگی میکنه فعلا؟ فعلا در این قریه 6 فامیل زندگی میکنه که در گذشته ها شاید تعداد فامیل ها 20 فامیل بوده و فعلا اون کسایی که در خارج رفته در خارج اونجا سکونت دارن در خارج زندگی مونن و یک تعدادی که در کابل اینجا زندگی میکنن شاید تعداد فامیل فعلا در حدود 60 فامیل شوه. 60 فامیل در گذشته ها بیشتر زیاد بوده دیگه اینجا. تا در گذشته ها که در اینجا فامیل هایی که زندگی میکرده تعداد چی یعنی 20 فامیل بوده. بسیار فعلا که حاضر در این قریه هست حدود 6 فامیل است. 6 فامیل و از دیگه مردمی که هست کابل است یا در خارج اینجا رفته. بسیار خوب، بسیار خوب. اینا بینده عزیز، شما منطقه تان رو ببینید که اینجا چقدر زیبا بوده و پدرتان یا پشت پدرتان و بابا کلانتان اینجا زندگی میکردن. بسیار یک تپه زیبا و قشنگ و این طرف هم منطقه معلوم میشه و این طرف هم معلوم میشه و این طرف هم یک دره بسیار سرسبز زیباست. خیلی یک فصل خوب است که ما در اینجا سفر کردیم. خوب بیرارد از ما بگوین که ای مردمی که فعلا در اینجا باقی مانده یک 6 فامیل در این منطقه کاربارشان چی هست؟ چی کار مونده؟ همون تو که نگفته پیدا است همه وظیفه از این مردم کسایی که ساکن در قریه هستند طبیعی که در هر ملک در هر جایی که کوهستانی بشه همه وظیفه از واقع کشاورزی و مالداری هستند. همه کسایی که فعلا در حاضر در قریه هستند مصروف همه دهقانی و کشاورزی و مالداری چیزا هسته که همه تمامی عمرات زندگی خورد توسط همه از این کشاورزی پیش مورد. بسیار خوب، بسیار خوب. بیندای عزیز، شما منتظر باشین در ادامه برنامه ما حتما قد برار خوب یک ماس خوریم کنیم، ماس مخوریم که
چه یک ماست طبیعی در اینجا داره. البته ما اینجا شب بودیم که بسیار مهمان نواز مردم است، قسم اول گفتم و امشالله در ادامه برنامه هم نشان میتیم شما در شما که چه چیزهای طبیعی زیبا در این داره. خب برادر جان، بیشتر مردم گفتی اینجا مالدار و کشاورز است، باز چطور است در ها و هوایشان؟ در کدام فصل شما مثلا زمین هایتان کشت میکنی و چی چی اینجا باز مردم کشت میکنن؟ اینطور است که اول خواهم این منطقه اطراف ها و کوهستانی یک مقدار از نگاه اقلیم آب و هوای سرسیر است، یک زمستانی بسیار دور و دراز دارد. از فصل تابستان کدام؟ از فصل تابستان، از فصل گرما، از فصل سبزش کده زمستان از زیاد طولانی هست. کشورای امو دقانی بگیم یا کشاورزی بگیم در این فصل ماه حمل و ماه ثور آغاز میشه و همون توی ادامه پیدا میکنه تا ماه میزان که در ماه میزان همون تمام محصولات زراعتی خود اینا جمع‌آوری میکنن و اونها هرقدر که عاید کردن اونها در زندگی خود مصرف میکنن. و دیگه زمستانش نهایت سرد است که حدود 6 ماه رو در بر میگیره و در طول 6 ماه مردم راه های مواصلاتی بگیم، راه های ترانزیتی بگیم یا راه های عبور و مرورشی از زمستان کاملا بسته میشه. مشکلات زیاد است که مثلا ساعت 2 ساعت بگیم، 3 ساعت بگیم تا الهی 5 ساعت هم مردم پیاده تا مساحه که موتر در شهرها بره، اینجا مردم پیاده مجبوره که باید بره در مساحه خود در موتر برسن. این مشکلات زمستانش خیلی زیاده، اما از نگاه اقلیم آبه های خود نیفه که 4-5 ماه بگیم یا فصل تابستان خوبه دیگه، خیلی لذت بخشه. آره والا واقعاً بسیار جای قشنگ زیباست. پس که بیاین از طرف بامیان از کابل بیاین، باز درهای بسیار سرسبز زیبا داره نه؟ در منظره و در خودی همه چیز معلوم میشه دیگه، در کامل نشان میده که چی رقم یک طبیعه. بله شما میبینید بین دو عزیز. برادر از ما بگید اینجا مردم بیشتر چی کشت میکنن؟ مثلا مثل دیگه مناطقی از آرجات کچالو گندم کشت میکنن یا غیر از دیگه چیزا هم کشت میکنن؟ اینجا دیگه خدمت در شبه که کلوتر همی مردم توجهشی طرفی هم از این کشت کچالو که محصولش نسبتا خوبتر هستن عزیز یاد کشت میکنن و دیگه گندم کشت میکنن، مشونگ، باقلی، چیزا کشنونه. دیگه از نگاه میواباب دیگه به نسبت از یک منطقه سرسیر است نتیجه نمیده و قدر مردم هم علاقه مندی نداره، وجود هم نداره دیگه. از نگاه چی اینجا اگر آدم بگه از نگاه ترکاری مثلا میاجات احتمال مردم از بازار بیاره چیزا کشت میکنه اینجا؟
والا ترکاری ها، ترکاری اینجا مردم هم رواج داره، بسیار کم است. مثلا در حدود یک ماه دو ماهی که اونم ترکاری هایی که مثل نش پیاز بگیم، گندنه بگیم، سرخک بگیم، چیزا مرویجه دیگه کشتمونه، ولی بر دراز مدت برای یکی که یک چهار پنج ماه استفاده کنی اونقدر امکان نداره اینجا دیگه. اگر راهی چیز باشه، راهی موتر باشه، مثلا برای مردم گران تمام نشه، از شهرها از دیگه جای میره. بسیار خوب، خیلی زود تشکر که صحبت کردین. برادر جان از ما بگوین که شما که در این دشت رضا که ما بودین آخر شما هستم، بسیار خیلی زیبا این چهار طرف تا نیست، یک دره معلوم باشه این چی نام داره و این دره چی نام داره، اگر از ما بگوین دا بگوین. اما تو که ذکر کردین این طرف شمال ازی طرف شمال ازی قریه دشت رضا منطقه شینیا نام داره، شینیا و بارکی و طرف غرب از منطقه دشت رضا قریه خان محمد نام داره، او موقع داره. طرف جنوب هم یک قریه به نام شامزید میگه، او موقع داره. و طرف شرق که است او منطقه میانه و در پایین برید دارمشو اینجا موقع داره. در یک قسمتی از صحبتهایتان گفتین اینجا مردم مشکلات زیاد داره، مخصوصا در نگران کننده هستن که سال هاست کار نشته و توجه هم نکده، فقط چند نصیب زد بس جای دیگه قسمتی از برنامه بایدن بگون. و خیلی از کسایی که در رأس دولت هستن از این منطقه هستن و خیلی بزرگ ها از این منطقه های زیبای ایسه اولی بیسود هستن، متاسفانه این توجهی نکردن تا به حال که سرک اینا رو جور بکنه یا یک بندی او جور بکنه برایشان یا یک جویشان کار بکنه. و بعض قسمت هایی که در بلندی که مثلا اینجا هستن تا نوزه هیچ او نامدن و اگر هستن بسیار کم است، یک فصلی کوتا، یک توجهی خاصی برای از اینا نداشتن. باز هم کسایی که ما رو میبینه و کسایی که برنامه ما رو تماشا میکنه، هشان خواهش میکنم در قدم اول اگر برای از مردم خدمت کنه، کمک بکنه، سرکی که رفت آمد طرف خودی ولایت میدان وردک و طرف ولایت بامیان هستن، حداقل از سه چهار کوتل یک کوتل هم زینا را جور بکنه، واقعا برای از مردم یک خدمتی بزرگ است. و یک چیزی دیگر که در اینجا هستن، ما وقتی که در واردی ولایت میدان وردک است اول بیسود نشیم، تلفن ها اصلا کار نمیتن که نمیفهم خود از اینا چه رقم در تماس میشه کابل یا دیگر جوهایی که باید یک چیز ضرور کار است، ایشان نمیفهم که چگونه یا در تماس میشه و هم ارتباط برقرار مورد نیاز خوره رفع میکنه. این صحبت های از ما بود که از خیلی از باشنده های این مردم از ما خواهش کردن که حتما اگر کسی بتونه که همکاری و کمک داشته باشن با این مردم بکنه، که چند چیزی مهم است، یکی آنتنای تلفن است و سرک است و بخش صحت و مکتبشان ای توجه نشته. خب برادر جان، از مشکلاتی که شما غیر از سرک و بسای دیگه که دارین چی است؟ والا مشکلات خب گرچه زیاد است، اول اگر کلچر نام بگیریم شاید در دسترس هم قرار نمیگیره و مرفوع هم نمیشه دستی. از جمله همون تو که خود هم ذکر کردی و ما هم باید یادآوری کنم، همین مشکلات راه، مشکلات راه و سرک بسیار زیاد هستن که نمینجا مساحه از ما هم بسیار در یک تپه قرار گرفته و در یک بلندی موقع داره که همون تو که در کل ساحه قلخش همزو سی اول بسود از خود برسوالی که حرکت کنی بی همی کتلای بسیار عبور داره که کلا نیاز در کار و در ترمیم و در همکاری و کمک داره. خب ما با سر از هم منطقه خودون میکستم مشکلات زیاد در بابت سرک داره. یکی از مشکلات هایش که اینمی که مو در فصل سرما هم که بیدرسه همی اندک برف بزنه دیگه این رای از مو بنده داره، یک کلای بایدم که مطرح بیم منطقه از منطقه نمیتونه بخاطر از اینکه کمی هم که جور کردیم توسطی ما. خب به امون صورت مشکلات خود دیگه میتونیم یک رفت مشکل کنیم، خب من تا به اصطلاح کافی نیه دیگه، یعنی پسندیده نیه. بسیار خب، دیگه از مشکلات های عمده ای که هسته یعنی کلینیک کسی هسته در ایسا هم هیچ وجود نداره، شاید باشه بسیار در فاصله دور هسته که اونجا اگر کسی که یک مریض داشته باشه
اگر او را توسط مثلا پیاده بره یا توسط همی مرکب یا اوناق انتقال بده و یا هم توسط موتر دیگه، وانا مشکلات زیاد داره دیگه. شاید می اگروزی زور در بر میگیره که او تا بره در ساحه و مرکز زیهی تا پس به در قریه خو دیگه، یعنی برای ازیا خیلی از این نگاه مشکلات وجود داره. اگر دو کلینیک هم خوبه دیگه، نظر دم و امکاناتی موجوده خو اونا تداوی مکنن دیگه، مریض دیدن مکنن، ولی کافی نیه دیگه، مردم قابل قبول نیه اونقدر دیگه. بسیار زیاد تشکر، انشاءالله که کسایی میبینه و کسایی که توانش داره انشاءالله یک توجهی داشته باشن. باز هم ما برنامه های زیبای قشنگ خدمت شما از مناطق زیبای بهسود داریم، امسال بیتن که تا سالهای آینده، سالهای آینده رو باز برنامه داشته باشیم، شما همکاری کرده باشین که از سرک فیلم بگیریم، از کلینیک فیلم بگیریم برای شما، از مکتب بگیریم، از جاهایی که برای مردم آب کش میکنید فیلم بگیریم برای شما ببینید و فیلم برداری کنیم که چقدر ثواب خونده میشید و چقدر مردم خوشحال میشه که این همکاریتان. خب بنده عزیز زیاد صحبت نمیکنیم و حال میریم قسمی که هماهنگی کردیم. قدردان خو شما از لبنیات وطنی یک دیدن بکنید پیش از اینکه ما بریم، یک ویدیو زیبا از این مناطق زیبا و دیدنی که اینجا هستن شما ببینید تا اینکه ما بریم و در خانه و در خانه بریم یک ماس بینگرین و بینگرین که دیگه چی لبنیات پیدا میشه، یک نوشجان بکنیم که چقدر خوشمزه و طبیعی در این منطقه است. خب برادر جان ما شما بریم. بله بینده های عزیز، امیدوار استم تصویرهایی را که شما از این قریه زیبا زیبای دشت رضا دیدین، امیدوارم که خوشتان آمده باشه و حالی هم قسمی که در شما وعده دادیم که میریم بخیر سر دسترخوان میشینیم و لبنیات نوش جان میکنیم که اینجا خودتان میبینید بسیار دوغ زیبای وطنی استک که بیخی تازه و همچنان ماست میبینید اینجا و مسکه تازه سیک واقعا چیک مسکه تازه ای که و بسیار می از جمله لبنیات دوغ بسیار خوش دارم که همیشه که سفرم برم از سر رای خود دوغ میگیرم و قد خود مبرم در جوی آب از دوغ استفاده کردن. دوغ یک خاصیت داره که خواب یادم زیاد میکنه، ولی ما کوشش میکنم که صبح وقت بخیزم و در سر فهم برم دیگه. امروز هم ای برار ما هستن قد از ما دیگه بسیار چیزای وطنی تازه آوردن که خیلی خوشمزه معلوم میشه که دستشان درد نکنه. زیاد تشکر که ده ای چاشتی روز ما رو میمان کردن، خب گرسن ما مشله ای زدیم، خب بالاخره میمان از اینا دیگه، اینا هم دیگه زحمت ها رو ببخشن که میمان کردن. خب برادر جان زیاد تشکر که بسیار چیزای وطنی آوردین دست ما. خواهش منم دیگه، بسیار زیاد خوش آمدین، سلامت باشین، میمان از ما شدین و می برنامه رو با هم تهیه کردیم و کسایی که ما رو میبینن بسیار از اونا خیلی خوشحال هستیم که مثلا بیننده از این برنامه هستن. بله بله دیگه دویم دیگه دیگه می چیزی که در استرس داشتیم گفتیم از مسئله که چیزی که تیار است از یار است. سلام علیکم. می چیزی که آماده بود و غذایی که همیشه این مردم از استفاده میکنه در سر دسترخوان از این مردم وجود داره و از این بیشتر هم نداره دیگه. همین معمولی همی این شیر و داغ و ماست و این چیزا استفاده میکنم. زیاد هره. تشکر. بله بنده عزیز، مردم هایی که بیشتر در مناطق هست، منطقه مختلف هست یا در ازرجاد هم جاهایی که کوهستانی هستن، غذایشان اینمی است بسیار غذای خوب تندرست به ضرر و به مشکل است که بسیار هم تندرست نگام و خیلی قوی است. مخصوصا مسکه و
دوغ و در کل همین لبنیات بسیار چیزی غذای طبیعی و خیلی انرژی داره. خب بیرزا ناردیم دیگه، بسم الله گفته شروع میکنیم که بسیار خوشمزه معلوم میشه. خمش خوشمزه انشاءالله. بسم الله. سعی کنید بنده های عزیز بسیار نانی وطنی و بسیار رنگی خوب داره که حتما شما پشت از این نانای وطنی دیخ شدین. واقعا که من میگرم بخی خوش میشم نانا، چون در شهر دیگه خودتان دیدید که نانای از وارد پاکستانی یه مردم ها خطا میکنه که سینگرگ لاستیگری کش کنی ایلا من تیش هنی ایدنام شهره مشکلات خود داره این نانی وطنی، نانی که به اصطلاح از گندم تایی همشه قدی پست خویی آماده همشه، یه خیلی مفید هم است در بدن و هم انرژی داره و هم خوشمزه هم. بله بله واقعا که این نان خیلی خوشمزه دیگه. در پالش این ماس و مسکه و چیزا که خوراکای معمولی می این مردم هستن بله. از این آن تایی همون هم مردم استفاده میکنن. بله بله بنده از این جای تنخالی که بسیار بامزه غذا هستن. ماس هم تازه، مفکم تازه، دوغم تازه، جای تان خالی که مال بخورم دل تان یخ 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 شده کار تو بودی. این مسکم استفاده کنیست. ما مسکه وطنی رو بسیار خوش دارم به این خاطر که از دیست خود مردم تحیه هم شد و تازه هم خیلی صحیح هم. خب بینندای عزیز واقعا خوشمزه ارسیشی ماست مسکه کلشان تازه و همچنان نانی وطنی که اینجا است جایتان بسیار زیاد خالی در این منطقه دشت ریزا و کسایی که ما را همین لحظه میبینم از این منطقه هستن بسیار جای مقبول زیبا و در این کاش که نمارفتی نگرفتی نگه دفعه چکر بیاین از نزدیک ببینید دیگه. امیدوارم که برنامه خوشتان آمده باشه، از این برنامه لذت برده باشین و از منطقه تان جاهایی که ما باز هم برنامه های بعدی برنامه های میدامه دارد در برنامه های بعدی ببینید و امیدوارم که لذت ببرید از طبیعت زیبا و از برنامه های زیبای ما و همچنان از لبنیات خوشمزه وطنی. شما لذت ببرین و خیلی خوشمزه هستن دیگه، جویتان بسیار زیاد خالی دیگه، آب دانتون نره دیگه، دوغم مزه میده، یم مزه میده، یم مزه میده، خوشگم. باز هم اگه میخواید که برنامه های از ما رو بنینده باشین میتونید که چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب، لایک، کامنت و نظریاتتان حتما شریک بسازید. مثل که هموطنان ما فرمایش دادن که فلانی قره فلان قره امروز هم که دشت رضا آمدیم ایرم یک از دوستای ما فرمایش داده بودن خانهشون آباد که فرمایش دادن و همچنان همکاری داشتن قد از ما و راهنمایی کردن. زیاد تشکر. تا برنامه دیگه که باز هم در خدمتتان قرار میگیریم یک و یکتان به خداوند پاک و به نیاز میسپاریم و گفتنی در اخیر برار ما داشته باشه از اینا میشنیم خودم گفتنی دارم. تشکر از این که در این قریه ما تشریف آوردین، خیلی زیاد شما رو خوش آمدید میگیم. امید که مورد پسندی تمام از بیننده های برنامه شما قرار بگیره. سلام. خیلی زیاد خوش آمدین. دیگه گفتنی خاص ندارم. مشکلات تمام چیزی که بود در جریان برنامه گفته شد. امید کسایی که اگر توجهی داشته باشن مثلا دنرا یا همکارای کسای خیرینی که اگر مثلا امکانش باشه دمو مستضعفین فقرا یا مشکلات های قریه اگر اونا همکاری کنن خیلی خوب میشه دیگه. بازم تشکر از شما. سلامت.